تا حالا یه کارایی میکردیم، الان اگه میخوایم درمان کنیم چی کار میکنیم؟ با ذهن بی ذهنی. الان مسائل با این تفکر و این بینش نسبت به قبل تغییر کرد. قبلا میومدیم کسی رو ارتباط میدادیم، برای درمانی ارتباط میدادیم و دنبال میکردیم خب حالا چی شد، حالا فلان شد، حالا بیسار شد و و و و و اما الان اتصال رو که میدیم، ما میریم توی ذهن بی ذهنی، یه شرایطی که سپردن واقعی رو به خدا سپردیم که میگیم، حرفایی که زدیم به خدا سپردن، اون وقت به خدا سپردن یه کسی که در ذهن بی ذهنی است با یه کسی که ذهن با ذهنی است خیلی تفاوت میکنه. ما به خدا میسپاریم اما خودمون میریم دنبالش. و اگه به اون سپردی خودت چی کاره ای؟ اگه خودت میخوای انجام بدی اون چی کاره است؟ لذا ما ارتباط برقرار میکنیم، دیگه مطلقا مداخله نمیکنیم. یعنی الان میگیم چش رو ببند، تموم شد، ما هیچ مداخله نمیکنیم. درست شد یا نشد؟ دیگه دغدغه های خاطری که تجربه کردیم که آی حالا میشه، وای نمیشه، آخ چی شد، الان اینجا اصابت کرد نکرد، درسته یا نه؟ درسته؟ خب قبول کردن، کارمون هم انجام شده، نه اینکه انجام نشه. چرا؟ چون گفتن که خب بابا همون که حکایت کلاس یکی هست، دویی هست، سه هست، در حد او قابل قبوله. مثلا یه انشای میدن یه کلاسی نمیدونم پنجی شیشی مثلا می نویسه، بهش میدن 20، بهش میدن 20، درست دادن یا درست ندادن؟ درست دادن. اما واقعا اون انشا نمرش 20ه؟ اگه بخواد بیاد در سطح کارشناسی نگاه بشه آیا نمرش 20ه؟ ولی اون 20 گرفته، ما هم در یه جای 20 گرفتیم، به اون احسن گفتن، به به و چهچه گفتن، آفرین گفتن، واقعا هم گفتن. اما در یه جای دیگه بعضی از دوستان میان شک به شکایت های دور بالا میگن نمیدونیم چرا مثل قبلا درمان ما جواب نمیده. درسته یا نه؟ این سوال رو دارین یا ندارین؟ ما چرا این درمان ما جواب نمیده؟ خب اولا این که تاریخ انقضا که نداشته که بگیم آقا تا حالا مولد داشتین یه سال، دو سال، شیش ماه، یک ماه و الان انقضاش تمام شده. این پروانه های مختلف هست که تاریخ چیز دوباره باید برید تمدیدش کنی. این مسئله که همچین چیزی نداشته. اگر یک انقضایی پیش میاد، اشکالاتی پیش میاد، این اشکالات دلایل فنی و کارشناسی خودشو داره. موقعش رسیده که ارتقا بدیم، ندادیم. موقعش شده که یک چیز دیگری اتفاق بیفته، نیفتاده. و لذا توی این مسئله ما فقط خط اصلی و وقتی که خط اصلی کار ما، ارتباط ما، مسئله ما مشخص شد، من الان چی کار میخوام بکنم که استفاده از اختیار خودمه. یک موضوع دیگه این که اون جایی که به اختیار من مربوط میشه حواله به چیز نکنم. مثلا این که خدا من میخوام را برم، خودت ببین که کجا باید برم. میگن آقا ما تو رو فرستادیم اینجا، خودت ببینی کجا میخوای بری، تو به ما حواله میکنی، ما به تو حواله کردیم. متوجه منظور من شدین یا نه؟ مثلا یکی میگه که من دوتا خواستگار دارم. من گفتم خدایا خودت هر کدومش که خوبه. این چطوری میشه؟ پس هر نیک و بدی که پیش بیاد مسئولیتش با کیه؟ با خدا. اینجوری که خدا تو خودت ببین من میخوام برم، خودت اگر صلاحه درستش کن، اگه صلاح نیست درستش نکن. این
چجوریه به نظر شما؟ میتونیم همچین کاری بکنیم؟ بگیم خدایا من میخوام این خونه رو بخرم، خودت اگه صلاح جور بشه، اگه صلاح نیست جور نشه. نه ببینید اشتباه نکنید، اون توکله، توکل جایی داره. شما تصمیمتو گرفتی قطعیست، میگه دیگه آقا توکل به خدا، یعنی آقا من کارمو انجام دادم، یه چیزایی هست که دیگه نمیدونم، اما من کارمو انجام دادم، من مسئولیتمو به جا آوردم، اختیارمو کردم، این کارو میخوام بکنم، این ازدواج، این خرید، اینا بقیهش توکل به خدا. ببین پس نه، ما اینها رو همه رو با هم چیکار کردیم و قراقاتی کردیم. اون مسئله که آقا من خودت ببین اگه بعد میریم شکست میخوریم چی میشیم؟ میندازیم گردن خدا. اگرم آگاهانه نندازیم ناخودآگاه ما میندازه، چون ناخودآگاه گفتم شدیداً گیر میده، میگه که تو اونجا رو سپردی حالا درست در نیامده، لذا باید اونجا بره کنار. اون دقیق این نرم افزار بررسی میکنه و حالا یک موقع میبینی که ما شانس آوردیم، مشکل پیش نیاوردیم، شانس آوردیم. و معمولا این کارهایی که بدون تحقیقات صورت میگیره و اینجوری میریم جلو آماریه، ممکنه درصد درست در بیاد، ممکنه درصد اشتباه در بیاد. امکان اینه که درصد اشتباه در بیاد هست و لذا در اون صورت ما حتما یقه خدا رو میگیریم که خدایا ببین ما به تو حواله کرده بودیم و تو اونجور که باید و شاید دین مطلب رو ادا نکردید، ما به تو واگذار کرده بودیم. درست شد یا نه؟ واگذار کردن اصولا یه بحث مفصلی داره. یه سری پدیده ها رو ما واگذار میکنیم، هر که تو را خار کرد رو به خدای از سپار، مثلا اینجوری میگیم. یک مسائلی هست که ما برای اینکه نیم تو فاز منفی اونا میسواریم به اون، یه مسائلیه به هر حال یه سری درگیرات ما به طور کلی میسپاریم به اون، دیگه هم دنبالش نمیریم. یه سری اینجوری سپردن ها داریم، هدفمند کاملا مشخصه، یه نتایجی داریم. مسئله زمینی هم که قانون خودشو داره، فراموش نکنیم مسئله زمینی قانونش نقض نمیشه. توجه فرمودین؟ نقض نمیشه که ما بگیم در اون مورد میشد در این مورد نه. قانون زمینی رو بایستی ما با تحقیق و تفکر و تفحص و همه این چیزها، تفسیر و تحلیل و اینجور مسائل حتما باید همراه بکنیم. بعد از اینه که کارمون تکمیل شد توکلت الی الله. بفرمایید. استاد ببخشید، وقتی که من این اواخر میخوام ارتباط بدم تبدیل میشم خودم، یعنی مثل اینکه ببخشید یه آسمون خیلی بزرگ و من از خودم دیگه اراده ای ندارم، میشم اون و رها میکنم. بله همینه. خب در واقع همینه، یعنی بعد از این مدتی حالا اینجوری کار کردیم همین مسئله برامون اتفاق میفته. یه دفعه میبینیم که ما در واقع یک کل شدیم. درست شد یا نه؟ ببینید کلاس یکی درمان میکنه، ما هم درمان میکنیم، آمار اونام با آمار ما تطابق داره، ولی یک مسئله است، ما از قبال درمان ارتقا پیدا میکنیم، یعنی درمان این وسط شده یک چیزی دیگه، وسیله ارتقای ما شده در واقع. حالا ما یه ارتقاعاتی به دست میاریم، این تمرینیست برای ما و که اونا فعلا فقط درمانشو میبینن، ولی ما دیگه اینجا اصلا درمانشو نمیبینیم، دیگه درمان برای ما اینجا اصلا ملاک نیست، میخوایم اون نجات پیدا کنه، ولی مسئله اینجاست که این یک تمرینیست برای من که من اون گستردگی خودم رو بهش برستم و اون هم بیمار ما هم مرحله خودشو داره طی میکنه، اونم آشنایی با یه شعوریست. پس من مرحله خودم رو طی میکنم، اونم مرحله خودشو طی میکنه، قبلی از ما هم دارن مراحل خودشون رو طی میکنن و همینطوری در واقع یک محورهایی شده وسیله ارتقاعات، وگرنه اینا همش بهانه است.
خب اینا همش ببخشید در دوره دو من این حالت رو داشتم، میدیدم که اینجوری تمام وجود منو گرفته، همون حالتیه که دیگه تبدیل میشه آدم و از خودش رها میشه. من فکر میکنم اون موقع اگه همین احساس رو ما داشتیم، احساس غرور و احساس منیت میکردیم این بحث اصلا درست نبود. بله میدونم، ما از دور دو هم خاطرتون باشه میگیم که خب دنبال این هستیم که افراد به یک ادراکاتی برسن. بله. و اینها جز همون ادراکاتی است که اونجا پیش میاد، اینجاها دیگه تثبیت پیدا میکنه. بله. اگرم برای کسی پیش نیامده دیگه اینجا باید رسما راجع به صحبت بکنیم. رسما مثلا حس حضور از دور دو پیش اومده، حتی از دور یک، ولی دیگه از حالا بعد رسمی صحبت میکنیم که آقا ما حس حضور رو میخوایم. خب تا حالا یه کاری کردیم، زمینه سازی بوده برای اینجا. اگر 1% بسیار جزئی، خدای ناکرده 1 در میلیارد هنوز مثلا درمان به ما غروره بده، ببینید که اصلا چقدر ما از منظور قضیه جدا هستیم و از دوره مسترها مخصوصا که گاه گاهی گزارش هایی هست که البته گزارش افراد معمولی است که در اونها غرور رو مشاهده کردن، میان میگن که آقا مثلا فرض کنید که مستر شما خیلی مثلا فرض کنید مغرور. حالا من نمیگم گزارش درسته، ولی به هر حال ممکنه ما به گونه ای عمل کردیم که اون این برداشت رو کرده. من اون اصلا میگم آقا اینا بد برداشت کردن، ولی کن اینجا ببینیم که اصلا ماجرا یه چیزای دیگه ایه، اصلا درمان چیه و این مسائل چیه. اینا یه بازی های بچگانه ایست که ما داریم بازی میکنیم تا ضمن این بازی ها یه حرفایی رو با هم بزنیم. یعنی در واقع شده یک چی میگن، یه بهانه مستمسکی، یه چیزی که ما بتونیم حرفا رو روی اونا پیاده کنیم یا اونا باعث بشه روی چیزای دیگه صحبت کنیم. یا اصلا تجمع اولیه ما به چه بهانه‌ای بود؟ درمانگری. خیلی ها اومده بودن درمانگر بشن، درسته؟ خیلی ها اومده بودن درمانگر بشن، بعد یه دفعه دیدن که آقا اصلا باید درمانگری رو فکرش هم از سرشون بیرون کنن، فقط یه چیزی هست که کارش که انجام بدن و اما هدف یا اهداف مهمتری وجود داره که درمانگری با همه به اصطلاح الزام به اون و همه نیازی که داریم پیش هدف اصلی در واقع اصلا گمه. الان میبینیم که یواش یواش داره گم میشه، درست شد؟ حالا ما به دنبال این قضیه بی ذهنی که بعضی دوستان تجربه کردن، بعضی دوستان هم دیگه میریم که مسئله تجربه بشه، تو این مسئله بی ذهنی ما یه چیزایی پیدا میکنیم. یعنی تو این مسئله که همفاز میشیم با جهان هستی، زبان اشتراکی با جهان هستی پیدا میکنیم، حالا الان اون چیزی رو که میاد برای کسی میاد که میتونه بی ذهنی داشته باشه، از ذهن خودش جدا شده باشه. فنا، یادتونه راجع به محو و فنا صحبت کردیم، کوی خرابات صحبت کردیم، گفتیم یه کوزه رو بزنیم یه تیکش کنیم، نمیدونم بعد بزنیم ده تیکش کنیم بعد چی دوشیم. خب میگیم آقا کردیم، درسته در اونجا کردیم، این کار شد و ما دست از منیت و فلان و صحبت ها و اینها برداشتیم و محو شدیم، اما کار تموم شده بود. حالا یه دفعه اینیم که این وسط ذهن ما هنوز سالم مونده، هنوز خورد شده بودیم از نظر من یا در نظر اینکه خودمون نبینیم، حزب من اینها، اما درصد داره، یعنی لول داره. الان میبینیم که ذهنمون نشده بود، ذهنمون اگه بخواد فنا بشه باید بی ذهن بشه، یعنی اگه ذهنمون هم بخواد چیز بشه باید بی ذهن بشه. یک مرحله دیگه هم به فنا، به محو شدن نزدیک میشیم، درست شد؟ یه این مرحله رو هم میتونیم تجربه بکنیم، ببینیم قبلا با قبلا چقدر فرق کرده.
قبلا ما چقدر دغدغه خاطر داشتیم، یکی ارتباط میدادیم وای میشه، آخ میشه، آخ شد، آخ نشد، آخ نمیدونم چی شد، حالا الان کجا داره کار میکنه، الان چی؟ الان میاد بی ذهنی ما شرایط دیگری رو فراهم میکنه، ما رو جدا میکنه و یه همفازی هایی برای ما به وجود میاره که در این اسنا ممکنه یه چیزایی رو به ما بگن، همون چیزایی که میخوایم بدونیم، همون چیزایی که دنبالش هستیم تو این شرایط. دوستان، بعضی از دوستان میگن که چرا 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 چرا، ببین هی هر دوره یه حرفای زدیم راجب ذهن، دوره کنترل ذهن یادتون باشه، راجب زمان، همفازی زمان که تو این دوره به اصطلاح براش چیزی داریم، همفازی زمان و اینها رو داریم. و خلاصه کلام اینجا هم میبینیم یه شرایط دیگری لازمه که این اطلاعات، این برنامه ها با همدیگه همخوان بشه. اونجا چیزی که جاریست برای خودش در یک بی زمانی بی مکانی به سر میبره. چیزی که اینجا باید ازش عبور بشه، ما هم این تطابق رو باید پیش بیاریم. پس این خودش میشه یه تجربه جدید، یه ارتباطاتی هم براش برقرار میکنیم. در این ارتباطاتی که در پیش داریم، به نوعی این شرایط رو برای ما شروع میکنه ایجاد کردن که برنامه ها با هم همخوان بشن. برنامه نرم افزاری ما با برنامه نرم افزاری جهان هستی اینا همخوان بشه و بتونیم به اصطلاح اون دریافت ها رو که الان از ما رد میشن و ما نمیگیریمش، بتونه ایجاد یک برخورداری بکنه و ما دریافتش بکنیم.